سخت خبرها. نگرانی از توزیع ناعادلانه واکسن کرونا، نهادهای امدادی و خیریه درباره احتکار از طرف کشورهای ثروتمند هشدار دادند. مرگ یکی از نزدیکترین متحدان رهبر ایران، محمد یزدی، درگذشت. درخواست دوباره از حکومت ایران برای پاسخگویی درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 67. عفو بین‌الملل میگوید دیگر نمیشود از توضیح طفره رفت. خیلی شوک شده بود، ترسیده بود. و گفتگو با نزدیکان پزشک ایرانی سوئدی محکوم به اعدام. همسر احمدرضا جلالی میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. ائتلافی از نهادهای امدادی و خیریه هشدار دادند که کشورهای ثروتمند در حال احتکار واکسن کرونا هستند و کشورهای کم درآمد شانس کمی برای ایمن شدن دارند. همزمان رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که دستور خرید واکسن از یک کشور که کمی مورد بحث است را صادر کرده، اما نامی از آن کشور نبرده. دولت ایران گفته تلاش‌های قبلیش برای خرید واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی به علت تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده، هرچند دولت آمریکا و کنسرسیوم بین‌المللی کواکس گفتند ایران برای تهیه واکسن منع قانونی ندارد. باران عباسی گزارش می‌دهد. اولین محموله واکسن کرونا در خاک اسرائیل. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر که برای این لحظه تاریخی خود به فرودگاه آمده، میگوید حاضر است اولین کسی باشد که این واکسن را تزریق میکند. یک روز بعد از آغاز واکسیناسیون در بریتانیا، اولین کشوری که ایمنسازی در مقابل کووید 19 را با یک واکسن معتبر بین المللی آغاز کرد. اما تنها بخش کوچکی از جهان در آینده نزدیک چنین تجربه خواهند داشت. اینجا کنیا با 90 هزار مبتلای قطعی کرونا. زاغه های شلوغی که از کمترین امکانات بهداشتی بی بهرند و ساکنانشان جزء شهروندان 67 کشور فقیر که شانس چندانی برای دریافت واکسن ندارند. کشورهایی که در سال پیش رو تنها خواهند توانست از هر 10 نفر یک نفر را واکسینه کنند. به گفته ائتلافی از نهادهای خیریه از جمله آکسفام و عفو بین‌الملل. ائتلافی که علت را احتکار واکسن در کشورهای ثروتمند می‌داند. کشورهایی که تنها 14% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما بیش از نیمی از واکسن‌ها را خریدند. از جمله کانادا که با میزان واکسنی که سفارش داده می‌تواند هر نفر را 5 بار ایمن سازی کند. کشورهای ثروتمند به جای احتکار واکسن باید با بقیه کشورها همکاری کنند تا واکسن به صورت عادلانه تقسیم بشه و به همه افراد آسیب پذیر در همه کشورها برسه. این فقط مسئله اتحاد و عدالت نیست، بلکه پای سلامت عمومی در میونه. اگر گروه‌های آسیب پذیر واکسینه نشن، فارغ از اینکه از کدوم کشور هستن، نظام‌های درمانی و اقتصادی جهان همچنان با اختلال روبرو خواهد بود. این جماعتی که در کاخ سفید بودن و روزهای پایانی عمر نحسشون رو میگذرونن. مشکلات تهیه واکسن کرونا در ایران هم واکنش تند رئیس جمهوری را به دنبال داشته. واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن. با این حال حسن روحانی گفته واکسن از یک کشور خارجی سفارش داده شده، اما نامی از این کشور نبرده. حالا نمیخوام بگم واکسنی که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده یا نکرده، ممکنه تایید نکرده باشه هنوز. من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال میکردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها. دیروز در جلسه ستاد کمیته های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای ما قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه. واکسن فایزر سرانجام در آمریکا هم تایید شد. رئیس جمهوری منتخب وعده داده در 100 روز اول ریاست جمهوریش 100 میلیون نفر واکسینه شوند.
کارکنای بخش درمانی، افرادی که دچار بیماری‌های مزمن هستند. به زودی معلم‌ها را هم به این گروه اضافه می‌کنیم. این کارآمدترین برنامه واکسیناسیون عمومی در تاریخ آمریکا خواهد بود. با وجود این وعده خوشبینانه، تیم جو بایدن می‌گوید دست کم یک سال طول خواهد کشید تا آمریکا به ایمنی دست جمعی برسد. یعنی وقتی دست کم 70% از جمعیت نسبت به ویروس ایمن شده باشند. در بزرگترین اقتصاد جهان، زمستان پیش رو همچنان سخت و طولانی خواهد بود. باران عباسی، بی بی سی. بهمن کباسی، خبرنگار ما از نیویورک با ما هست. بهمن، آقای بایدن وعده ای داده که همونطور که در گزارش باران هم شنیدیم کمی خوشبینانه به نظر میرسه. 100 میلیون نفر رو در 100 روز اول او قصد داره که واکسینه بکنه. بسته به این که چقدر بتونن اولا بودجه لازم رو از کنگره بگیرن و دومی که به چه سرعتی بتونن دولت جدید مستقر بشه و این برنامه رو اجرا بکنه، خواهیم دید که آیا موفق خواهند شد به این رقم 100 میلیون نفر رو واکسینه کنن در اون 100 روز اول میرسن یا نه. اهداف دیگری هم دیروز در این جلسه که وزرای پیشنهادی و همچنین مقام‌های برای نهادهای مهمی مثل مرکز کنترل بیماری رو معرفی کرد مطرح شد، از جمله اینکه بتونن مدارس رو به سرعت باز بکنن. یک دستوری هم از قبل چندین بار گفته بود که خواهد داد، اونم اجباری کردن ماسک هست که در خیلی از ایالت‌ها اختیاری است، ولی واقعیت این است که رئیس جمهوری نمیتونه در کل کشور چنین چیزی رو اجباری بکنه. بسته به این داره که فرمانداران و شهرداران همراهی بکنن یا نه. در نتیجه اگه همه این قطعات پازل کنار هم قرار بگیره، اون وقت امیدوارن که بتونن به اون هدفشون در 3 ماه و 10 روز اول، در 100 روز اول برسند. البته حتی اون وزیری هم که معرفی کرده و مقام های دیگری که برای پست های حساس بهداشت و سلامت مطرح هستند، بعضیشون به رأی اعتماد مجلس سنا نیاز دارن که اون هم بلافاصله رخ نخواهد داد. چند هفته معمولا طول میکشه تا وقتی که وزرا همه رأی اعتماد بگیرن و در وزارت خونه ها مستقر بشن. در اینجا همه اینها بسته به اون سرعت کار نهادهای دیگر قدرت در آمریکا هم خواهد بود. اون بر روی این واکسن فایزر و بایونتک که به هر حال ساخت آمریکا هست، پیشرفت بزرگی است. در بریتانیا هم دیروز واکسیناسیون از همین نوع در آغاز شد. در آمریکا چه راجبش گفته میشه؟ به هر حال یه تنابکشی سیاسی هم بر سر همین موضوع هم وجود داره. خب یکی از حرفایی که آقای ترامپ در این مدت بارها زده این است که عملکرد او بوده که سبب شده این واکسن به این سرعت آماده بشه. گویا که هنوز منتظر هستیم که در آمریکا رسما تزریقش رو آغاز بکنند. باید نهاد مربوطه در نهایت مستقیما بگوید که کاملا امن هست، ولی انتظار میره در روزهای آینده این اتفاق بیفته. پرسشی که مطرحه این است که آیا اگر که این در واقع روند تایید و توزیعش آغاز بشه، چقدر مساوی خواهد بود به این که به سرعت به اون بخشای جامعه که نیازمند اون هست برسن؟ آیا تدارک لازم دیده شده؟ در چه رسیدن واکسن یک قدم هست، توزیعش چالش دیگری است، به خصوص که این دستاوردی که آقای ترامپ دیروز هم تو جلسه با مقام‌های ارشد کاخ سفید دیدار کرد، به صورت یک جشنی در واقع به عنوان پیروزی خودش اعلام کرد، با ده سایه واقعیت‌های آمار و ارقام آمریکا هم قرار گرفته. الان ما از مرز 15 میلیون نفر که به این ویروس مبتلا شدن از آغاز بحران گذشتیم، 286 هزار نفرشون جانشون از دست دادن و منحنی کسانی که بیمارستانی شدن، بستری شدن، الان باز برگشته به اوج و از اوج ماهای قبل هم حتی فراتر رفته. در اینجا حتی اگر واکسن در اون 100 روزی که آقای بایدن قول داده برسه، باز هم ماهای بسیار پرچالشی رو آمریکا رو پیش رو داره به خاطر تعداد افرادی که الان مبتلا هستند. ممنونم ازت بهمن کباسی. ما در ایران محمد یزدی روحانی، سرشناس نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در سن 89 سالگی درگذشت. او به عنوان یک شخصیت جناح راست و محافظه‌کار شناخته می‌شد. ریاست بر قوه قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و عضویت در شورای نگهبان از مهمترین سمت‌های آقای یزدی بود. او به بیماری دستگاه گوارشی مبتلا بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اگر جمهوری اسلامی را موجودیتی چند وجهی بدانید، محمد یزدی یکی از وجوه آن است. روحانی، تندرو، اهل مشاجره،
مقاوم در برابر تغییر، سنتی و پرماجرا. در اصفهان به دنیا آمد و 89 سال بعد در تهران درگذشت. محمد یزدی عمر طبیعی خود را گذرانده بود، ولی بیخبری سالهای اخیر او نشان از کهولت و وضعیت سلامتش می داد. برخلاف آن سالهایی که صحبتهایش از تریبون نماز جمعه تهران گویی هر هفته جنجال می آفرید و پیش از آن در اوایل انقلاب که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی قم بود. او خیلی از روحانیون همتراز خودش در داخل و خارج از حکومت را دلخور کرد، اما نه کسی را که در رأس قدرت نشسته بود. رهبر ایران هم محمد یزدی را قبول داشت. از این رو ریاست یا عضویت نهادهای مهمی را که می توانست به او واگذار کرد، قوه قضاییه و شورای نگهبان. اما آنجا که باید با رأی مردم پیشرفت می کرد، مثل مجلس خبرگان، محمد یزدی ناکام ماند. هرچند آیت الله خامنه ای گفت نبودش مایه خسارت است. نباید فراموش کرد که در همان مجلس خبرگان نقش محمد یزدی در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری تعیین کننده بود. رهبر ایران به اعتماد محمد یزدی با ابراز علاقه اش پاسخ داد و محمد یزدی با تابعیت بیچون و چرا، تا جایی که حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که علیه رهبر ایران عمل می کند. اما مشاجرات او دیگر چهره‌های مطیع رهبر را هم بی‌نصیب نگذاشت، از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت. آقای آملی لاریجانی به محمد یزدی گفت که مجتهد خوبی نیست و اضافه کرد اگر کسی چیزی به شما نمیگوید به خاطر حرمت پیرمردی شماست. او به مردی این حرف را زد که زمانی خودش در جایگاه ریاست قوه قضاییه نشسته بود. محمد یزدی 10 سال رئیس قوه قضاییه بود و نفر بعدی که این قوه را تحویل گرفت، در عبارتی که خیلی سر زبان ها افتاد گفت ویرانه تحویل گرفته. در همین دوران 10 ساله بود که محمد یزدی کینه زیادی را در دل مخالفان حکومت و جناح اصلاح طلب کاشت، هم به خاطر اتفاقاتی که در زمان او رخ داد، هم به خاطر اشخاصی که در زمان او مطرح شدند، از حمله به بیت آیت الله منتظری گرفته تا توقیف روزنامه سلام و نارامی های کوی دانشگاه، تا محاکمه غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران، تا رشد قاضی سعید مرتضوی. مثل بسیاری از شهرهای پرنفوذ ایران، محمد یزدی معروف و متهم به فساد مالی و رانتخاری است. در یک جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی، فردی به اسم عباس پالیزدار او را به سودجویی از شرکت لاستیک دنا متهم کرد، اتهامی که هرگز ثابت نشد و محمد یزدی هم با آن پاسخی نداد. و حالا در گذشت محمد یزدی مخالفان و منتقدانش را حسرت به دل گذاشت که هرگز نتوانستند در موقعیتی برابر از او پاسخگویی طلب کنند. سیاوش اردنان، بی بی سی. همکارم پوریا ماهرویان با ما هست در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. پوریا، گزارش سیاوش را هم که شنیدیم، اکثرا او را به عنوان یک روحانی سنتی و در این حال پرخاشجو مورد مناقشه همیشه و درگیر با جناح‌های دیگه در کشور میشناختن، او چطور در یادتان میمونه؟ گزاف نیست اگه بگیم آقای محمد یزدی شاخص‌ترین روحانی محافظه‌کار در سیاست ایران در 30 سال گذشته است که نقش بسیار مهمی در تثبیت رهبری آقای خامنه‌ای داشته، در گسترش نهادهای زیر دست آقای خامنه‌ای و در مجموع در تثبیت جناح محافظه‌کار و جناح راست در نهادهای مختلف حکومتی ایران. دلیلش هم به این برمیه که او مناصب بسیار مهمی در 31-32 سال گذشته داشته که حالا گفته شد در گزارش، ولی من به اختصار اگه بگم عضویت در مجلس خبرگان رهبری، یه دوره کوچکی ریاست این مجلس هم برعهده داشت، عضو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و مهمتر از همه اینها رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم. در هر کدوم از اینها انقدر تاثیرگذار بودش که نمود عینیشو بعدها دیدیم. مثلا وقتی در جامعه مدرسین ریاستش داشت یا قبلش رئیس کمیته سیاسی این جامعه بود، از مخالفان درونی حکومت رو به نوعی حذف میکرد. از آیت الله شریعت مداری شروع شد که نقش بسیار مهمی داشت آقای یزدی در عزل مرجعیت او در سال 63 فکر کنم. بعدها میایم جلوتر در نقشی که در مخالفت با آقای منتظری داشت، حتی تا مرحله عزل مرجعیت آقای منتظری هم پیش رفت، جامعه مدرسین اتفاق نیفتاد، آقای سانعی رو عزل کردن از مرجعیت.
و نقش بسیار مهمی داشت در تثبیت رهبری آقای خامنه ای به عنوان یک مرجع تقلید و به عنوان یک مجتهد علم اینو جا انداخت که یک مجتهد جامعه الاطرافه. این در جامعه مدرسی بود. در قوه قضاییه او اولین رئیس قوه قضاییه بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 ساختار قوه قضاییه رو عوض کرد، یعنی خودش در رأس قرار گرفت و بر اساس اونچه که در قانون بود او دیگه زیر دستاشو خودش انتخاب میکرد. پیش از او آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی، مثلا دادستان کل کشور، دادستان انقلاب اسلامی، کسایی که زیر دست رئیس قوه قضاییه بودن رو انتخاب میکرد. اینجا آقای یزدی خودش انتخاب کرد و در این مرحله بخشی از جناح چپو که به طور سنتی در قوه قضاییه خیلی موثر بودن و نقش‌های مهمی داشتن، این موسوی اردبیلی، موسوی خوینیا، موسوی بوجنودی، اینها رو کم کم گذاشت کنار و حذف کرد و جناح راست حاکم شد در قوه قضاییه که هنوز این ساختار ادامه داره و همچنان هم پیش میره. یه مورد آخرم که بگم، در شورای نگهبان بود که او نقش مهمی داشت در انتخابات، تایید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها. مهمترین رد صلاحیتی که در دوران اون انجام شد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در سال 92 بود. اختلافات بسیار زیادی داشت با آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور حمایتش از آقای احمدی نژاد در سال 88 به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان. ممنون آزاد پویا پویا ماهرویان. به میانه برنامه رسیدیم، نگاه دوباره بکنیم به سرخط خبرهای برنامه روز. همزمان با تلاش کشورها برای دسترسی به واکسن کرونا، گروهی از نهادهای امدادی و خیریه هشدار دادند که کشورهای ثروتمند در حال احتکار این واکسن هستند. در ایران محمد یزدی، روحانی محافظه‌کار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین قوه قضاییه و مجلس خبرگان رهبری درگذشت. عفو بین‌الملل، نامه کارشناسان سازمان ملل به حکومت ایران برای پاسخگویی درباره اعدام‌های سال 67 را دستاوردی بزرگ توصیف کرده. حدود 4 ماه قبل کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای که متن اون دیروز منتشر شد به حکومت ایران هشدار دادند که اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 میتواند جنایت علیه بشریت باشد. اعدام شدگان عمدتاً جوان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپگرا، مخصوصاً چریک‌های فدایی خلق بودند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از لندن به ما پیوسته تا در این مورد صحبت بکنیم. خانم بحرینی، به هر حال اعدام‌های 67 مدت زیادی است که در موردش بحث میشه، چندین دهه. این نامه خصوصاً چه اهمیتی داره و چه چیزی رو میتونه تغییر بده؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، نامه‌ای که کارشناسان ارشد سازمان ملل به دولت ایران فرستادن یک اقدام بی سابقه و یک تحول بسیار چشمگیر در مسیر دادخواهی برای پایان دادن به جنایت‌های مرتبط با کشتار 67 و مسئولیتی که تا به امروز مرتکبین این جنایت از اون برخوردار بودن. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به دولت ایران هشدار دادن که نه تنها اعدام های صورت گرفته در تابستان 67، بلکه پنهانکاری ادامه دار در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن وقایع و آزار و اذیت های خانواده ها و انکار حقایق و تخریب گروه های جمعی میتونه یک جنایت علیه بشریت که امروز داره صورت میگیره محسوب بشه و اگر این وضعیت فاجعه بار و اسفبار ادامه پیدا بکنه، اونها از جامعه بین المللی، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل، درخواست خواهند کرد که یک مکانیزم تحقیقاتی رو در این رابطه تأسیس بکنند و با گذشت 3 دهه از کشتار 67 این یک پیام روشن و صریح به دولت ایران و به جامعه بین المللیه که مسئولیت ادامه دار برای کشتارهای 67 و ناپدیدسازی های قهری مجرمانه‌ای که تا به امروز ادامه داشته دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید مورد رسیدگی محاکمات کیفری و مجازات قرار بگیره. این نامه همونطور که گفتیم حدود 4 ماه پیش منتشر شده. چه شد که حالا در واقع نامه زده شده؟ چه شد که حالا منتشر شد؟
این نامه به صورت غیر علنی در 3 سپتامبر یا 13 شهریور سال جاری فرستاده شده و به طور کلی پروتکل سازمان ملل اینه که حداقل 2 ماه صبر میکنه تا قبل از اینکه نامه ها را علنی بکنه و پیرو انتشار این نامه به صورت علنی در وبسایت سازمان ملل، عفو بین الملل تصمیم گرفت که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر این اقدام بی سابقه را علنی بکنه، با توجه به اینکه تحولی بسیار دلگرم کننده و امیدوار کننده در مسیر طولانی دادخواهی در مورد این پرونده جنایت علیه بشریت. ممنونم از شما رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. همسر احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده و از دولت ایران خواسته آقای جلالی را آزاد کند. احمدرضا جلالی 3 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. وکلایش گفتند از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده و پیش از تایید حکم اعدام در دیوان عالی فرصت ارائه دفاعی داده نشده. کاوون خموش همکار ما پای صحبت خانواده و همکاران او در استکهلم نشسته. زمستان دیگر و فصل دیگر جدایی. همسر ویدا مهرانیا دور از این هیاهو، دور از خانواده، در سلول انفرادی در تهران زندانی است برای 4 سال به اتهام جاسوسی و در انتظار حکم اعدام، اتهامی که بارها رد کرده. ویدا مهرانیا در استکهلم زندگی می کند و در تمام این سالها تلاش کرده ثابت کند همسرش بیگناه است. بعد از اون همش می ترسیدم. احمد رضا جلالی هفته پیش در تماس کوتاهی از زندان اوین به خانواده‌اش گفت شاید آخرین بار باشد که صدای او را می شنوند. شنیدن این جملات برای ویدا و فرزندانش چیزی کم از یک کابوس نبود. خیلی شوک شده بود، ترسیده بود و واقعا از من کمک خواستش، به خاطر اینکه خودش هم باور نمی‌کرد چه و احساس درماندگی شدید می‌کرد. چون خب کسی که اونجا گرفتار شده خیلی براش سخته و احساس می‌کنه هیچ کاری نمی‌تونه انجام بده، هیچ قدرتی نداره. احمد رضا جلالی، متخصص شناخته شده ایرانی سوئدی در مدیریت بحران و آمادگی بیمارستانی برای حوادث غیر مترقبه، دکترا دارد و جلسات دانشگاهی متعددی در این حوزه در ایران برگزار کرده است. 4 سال پیش به دعوت دانشگاهی برای برگزاری سمینار تهران رفته بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. 1 سال بعد در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دادن اطلاعات برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به اعدام محکوم شد. احمد رضا جلالی سال 2009 میلادی وارد سوئد شد و در سال 2012 از پایان نامه دکترای خود با تمرکز بر آمادگی و ایمنی بیمارستانی برای مدیریت فجایع غیر مترقبه در اینجا شاخه از انستیتوی کارولینسکا در جنوب استکهلم دفاع کرد. احمد رضا جلالی بیشتر وقت خود در استکهلم در این راهروها مشغول پژوهش در حوزه مدیریت بحران و حوادث طبیعی و غیر مترقبه بود. عکس او با گذشت چندین سال هنوز اینجا هست، اما جایش بین همکارایش و سایر پژوهشگرها همچنان خالی است. پزشکی مدیریت بحران حوزه جدیدی در کارهای تحقیقی به شمار میاد. برای همین میتونم بگم که سهم او در این حوزه چشمگیر بود و به نظر من اشتیاقی که به مردم کشورش داشت انگیزه اصلی او برای کمک بود، نه تنها به مردم ایران که برای پیشبرد تحقیقش هم تأثیر فراوانی داشت. فهرست شهروندان خارجی و دوتابعیتی که ایران به ظن جاسوسی زندانی کرده بلند است. سازمان‌های مدافع حقوق بشری تهران را متهم کردند که با این ترفند در پی امتیازگیری از کشورهای مطبوع زندانیان بوده است. ماه گذشته ایران یک پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی را که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده بود پس از 2 سال آزاد کرد، در بدل 3 زندانی ایرانی. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، هنوز در ایران در بند به سر می‌برد. احمد رضا جلالی پایان نامه دکترای خود را به زلزله زدگان بم اختصاص داده. همسرش ویدا مهرانیا امید خود را از دست نداده، ولی هر خبری که از ایران به او میرسد را با دلهوره و وسواس دنبال میکند. ویدا مهرانیا از ایران خواسته پرونده همسرش را بازنگری کند. در سوئد تلاش ها برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی ادامه داشته، اما ایران به مقام های غربی گفته در آنچه امور داخلی خود میخواند مداخله نکنند.
مقام های سوئد برای مصاحبه حاضر نشدند، اما گفته می شود مذاکرات برای نجات جان احمد رضا جلالی ادامه دارد. کاون خاموش، بی بی سی، استکهلم. برنامه 37 درجه که امشب ساعت 11 به وقت ایران و 12 به ساعت افغانستان پخش میشه به سوالات شما درباره توزیع و قیمت واکسن در این دو کشور جواب میده، همینطور به کمک هایی که سازوکار بین المللی کواکس میتونه ارائه بکنه. علاوه بر اینها نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه از پیامدهای خطرناکی میگه که رعایت نکردن یه نکته بهداشتی کوچیک در تهیه غذاها میتونه برای سلامتتون داشته باشه و حتی گاهی منجر به مرگ بشه. اگه مثل من اهل کباب پختن هستین، حتما قبل از مهیا کردن بساط عیش و نوش اولین کاری که میکنید شستن گوشت و مرغ، اشتباهی که گاهن میتونه مرگبار باشه. کیه که ندونه مواد غذایی رو قبل از پختن باید شست تا میکروب‌ها و باکتریاش از بین بره؟ شاید باورتون نشه، اما بعضی از مواد غذایی هستن که شستنشون نه تنها میکروب‌ها رو از بین نمیبره، بلکه این میکروب‌ها رو بیشتر پخش میکنه و احتمال ابتلا به مسمومیت‌های غذایی رو ما چندین برابر بیشتر میکنه. باکتریای موجود در مرغ با قطره‌های آب به لباس، وسایل آشپزخونه و دست افراد منتقل میشن. این قطره‌ها ممکنه تا نیم متر در جهت‌های مختلف پرت بشن. این نوع باکتریا که در اصطلاح پزشکی به اون کمپیلوباکتر میگیم از عوامل اصلی ابتلا به مسمومیت غذایی هستند. فقط چند سلول از کمپیلوباکتر کافیه تا ما دچار مسمومیت غذایی بشیم. عوارض مسمومیت غذایی ناشی از این میکروب که در مرغ و سایر طیور دیده میشه تب و لرز، دل درد، گرفتگی عضلات شکم و احساس کسالت و ناتوانی عمومیه. گاهی این باکتری در کار روده نارسایی هایی ایجاد میکنه و حتی ممکنه موجب مرگ افراد هم بشه. کودکان زیر 5 سال و افراد سال خورده بیشتر از همه در مقابل این باکتری آسیب پذیرند. کمپیلوباکتر دومین علت مسمومیت غذایی توی ایرانه و سالانه صدها هزار نفر رو گرفتار میکنه. اینجا توی بریتانیا این باکتری سالانه منجر به مرگ 100 نفر میشه و گمان میره 65% مرغایی که اینجا فروخته میشن حامل این باکتری باشن. اگه میخواییم بدونین که چیکار باید بکنین که به این باکتری مبتلا نشین، نسخه کامل این گزارش رو امشب، گزارش 37 درجه رو ساعت 11 شب به وقت ایران و 12 شب به وقت افغانستان ببینید و جوابتون رو اونجا بگیرید. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر با شما.